دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. بزرگوارید آقای دکتر. آقای دکتر، آیا ممکنه که خیرت ویلدورس در ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ناکام بمونه؟ بفرمایید. البته با توجه به سیر تحولاتی که در اروپا در اتفاق میفته از سال 2009 به بعد، یعنی ادغام جنبش های راستگرا، این احتمال وجود داره که خیرت ویلدرس با توجه به توافقات اولیه‌ای که در مذاکرات با حزب قرارداد اجتماعی و همچنین اتحادیه مسیحی ایجاد کرده، احتمالاً تا کنون 81 کرسی از 150 کرسی رو در قالب یک توافق بین احزاب ائتلافی داشته باشه. اگر ایشون نتونه طی ماهای اخیر، احتمالاً طول بکشه مذاکرات، به توافق هم نرسه، طبیعتاً اون جریان غالبی که در اروپا داره شروع میشه از 2009 به بعد، یعنی پیروزی احزاب راستگرا، خودش میتونه زنگ خطری باشه. بله، و در صورت موفق شدن حزب راستگرای هلند برای تشکیل دولت، چه تأثیر این رخ داد در اروپا در با وضعیت مسلمان و مهاجران در آینده خواهد داشت؟ بله، ببینید، پیروزی آقای ویلدرس در پی شکست تلاش‌های نخست وزیر سابق آقای اوته هستش که 13 سال بود در واقع دوره نخست وزیریش طولانی ترین مدت رو داشت و تقریبا 2 سال مونده به اتمام فعالیتش ایشون استعفا داده. به دلیل شکست تلاش‌های وی برای کاهش مهاجرت خارجیان به هلند بوده. میشه گفت در رابطه با مسلمانان، بله، این برنامه‌هایی که ایشون داره، آقای ویلدرس داره، اگر ایشون بتونه به مقام نخست وزیری برسه، طبیعتاً سیاست‌های ملی گرایانه و در پی اون سیاست‌هایی که محدودیت‌های زیادی رو برای مسلمانان ایجاد بکنه در هلند بسیار زیاد هست. بله، آیا این رخ داد بر وضعیت مسلمانان و مهاجران در آمریکا و دیگر کشورهای جهان، حتی شرایط منطقه، تأثیر خواهد داشت؟ طبیعتاً بله. ببینید، عرض کردم از سال 2019 به بعد که سیاست‌های افراطی نسبت به کاهش فعالیت مسلمانان چه در سوئد از طریق حزب دموکرات‌های افراطی، دموکرات‌های مسیحی و همچنین در فرانسه، در آلمان و در حتی بلژیک، دادگاه بلژیک محدودیت حجاب رو اعلام کردن، در فرانسه همینطور، در اتریش هم ما شاهد این تغییرات هستیم که علیه مسلمانان هست. بله، طبیعتاً اثر خودش رو در اروپا خواهد گذاشت و این جریان در آمریکای لاتین هم که هفته گذشته با پیروزی یک فردی که خیلی جریان راست افراطی رو دنبال میکنه در آرژانتین، عملاً این موج میتونه علیه مسلمان ها شکل بگیره و کاهش فعالیت های اسلام گرایان یا اسلامی رو در اروپا و آمریکا ما شاهد باشیم.